خدمت شما عرض کنم که اخبار در واقع تحت شعاع این فوت رفسنجانی است. یک گروهی شادی میکنن، نمیدونم تبریک میگوین. این داستان مردن برای همه هست. من به یاد دارم یک روزی یه بارم عرض کردم، داشتم میرفتم این وست‌وود اونجا آقای خلیلی رو ببینم، اینا دیدم که مرحوم سوسن بالا میگوید که بیل و کلنگ و تیشه ایران مال ما میشه، یه دم تنبک میزنن یه دم دارن باسن میچرخانند و اینا. چه مناسبتی داره امروز؟ ما همیشه بیخبر از همه جا هستیم. آمدیم و رفتیم آقای خلیلی اینا، گفتیم آقا این جلو این فدرال بیلدینگ چه خبره؟ آخه مگه نمیدونی خمینی مرده؟ گفتیم آقا عجب داستانیست، خمینی مرد ملعونی بود، آدم جنایتکاری بود، همه اینا بود، ولی این در این سنت نیست برای مرگ تنبک زدن و باسن چرخانیدن. این اصلا از سنت همه دنیا دوره. ما مردم باید اونقدر شهامت و دلاوری داشته باشیم که ظالمان و آدم کشان تا زمانی که زنده هستن رویاروشون بیستیم. بر مرده رقصیدن که نمیشود، که کاری برای ما انجام نمیشه. خب این آدم جنایتکاری بوده مرده، بیشتر مفاسد رژیم و سیاستهای رژیم دست این بابا بوده، روباهی بود این آقا. حالا دیدم که یک عده ای از این آقا، درد ما درد نبود روشنفکریه، گرفتاری ما نبود روشنفکر درست حسابی است آقا. یک عده نوشتن که این صدای استدلال بود، Voice of Reason. یکی میگوید که این پرگماتیک بود. آقا یک آخوند نکبتی بود اینم مثل بقیه آخوندها، چه پرگماتیسمی؟ کدام ریزن؟ این لاتائلات رو غربی ها میگوین، ایرانی هم تکرار میکنن. این که he was a pragmatic politician، این کار غربی هاست. he was voice of reason. کدام ریزن؟ چه داستانی؟ یه مرد هیلگر حقباز عرض میکنم که کفتاری بود مثل بقیه کفتارها، و بسیاری از مصائب ملت ایران هم زیر سر این آقا بود. ادامه جنگ، کشته شدن هزاران هزار نفر در اون طول مدتی که این با آقا باعث شده بود، مسلط کردن سپاه پاسداران، آوردن سید علی خامنه ای، دروغ گفتن و به تخت نشاندن سید علی خامنه ای، همه اینا مگه کار این نبود؟ آره چه شد؟ چه کرد این که یک مرتبه محبوب القلوب یک عده‌ای شد؟ دارم برای زاری میکنم. تا روزگاری که ما این آخوند رو بر اون آخوند ترجیح مینهیم، یعنی ما هنوز گیج مسائل آخوندی هستیم، آخوند رو جدی گرفتیم. آقا آخوند پدیده جدی نیست، یک عرض میکنم زباله است که تاریخ مصرفش چند قرن از بین رفته. دوستان اینا دیگه به زور دارن خودشون بر جامعه تحمیل میکنن، کسی آخون لازم نداره. آقا بارها عرض کردم، فرض کنید که از این ارباب حرف مثل لوله کش و آهنگر و نمیدونم نانوا و اینا یکیش نیاد کار جامعه لنگه. آخوند اگه نیاد سر کارش، فقط یک مزاحم از سر جامعه کم شده. تا روزگاری که یک آخوند در تمام ایران مصدر امری هست، این کشور به جایی نمیرسه. یک آخوند، ما که نمیتوانیم گاری رو دوباره اختراع کنیم که بریم نگاه کنیم ببینیم آقا داستان سیاست در جهان چگونه بوده،
از روزگار قدیم، از افلاطون تا لاک و عرض میکنم استوارت میل و اینها نشستن در باب این قضیه که جامعه چگونه باید اداره بشه فکر کردن، آخر کار به این نتیجه رسیدن که دیکتاتوری یک کار بیعقلی است، دیکتاتور آدم بیعقلی است و جامعه دیکتاتور زده به جایی نمیرسه و عدل برقرار نمیشه و دیکتاتور یک موجود مزاحمی است که سرانجامش به فساد فرو رفتنه و هرچه قدرت بیشتر فساد بیشتر. این است که آمدن محدود کردن قدرت رو و سیستم های همین لیبرالیسم مغرب زمین که ازش دموکراسی برخواسته این رو بهترین سیستم دانستن با همه کاستی هاش. ما دل خوش کردیم که این آخوند اینطور بود، اون آخوند اونطور بود و میریم رای میدهیم به این آخوند و به اون آخوند و اینها. این یکی از اون بهتره، این بازیاره، اینا رو بلدن اینها. اینا داستانشون داستان تعزیه خونهاست. تعزیه خونها این مش آدم های حرفه‌ای بودن در روزگار کودکی ما. میومدن یکی شمر میشد یکی حسین، بعد اینا که نشسته بودن تماشاگران باورشون میشد که راستاسی این شمره. بعضی وقتا همین اخیراً شنیدن میدیزن سر شمر کتک میزن و واقعا اون حسینه. وقتی هم یه آنتراک میدادن بیچاره ها، اون زمان که پول نبود، که خیلی پول کم بود، نمیدانم نیم من گندم این بهش میداد، نمیدانم 4 کیلو کشمش اون میداد، اینا به شم، به حسین و به شم که نمیدادن. شم که میومد و دعا میخوند اینا چیزی بهش نمیدادن، ولی اینا بازی اینا بود، این یه جور تئاتر بود. و بعد که مردم میرفتن خب اینا همه دستشون توی یه کاسه بود دیگه، اینا رفقا بودن، اینا همشون مثل همه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی ندارد آخوند رفسنجانی و این آخوند دیگر. داستان در واقع خدمت شما عرض میکنم که رستگاری به قول سعدی فلاح در این جامعه نخواهد آمد تا روزگاری که آخوند و قواعد و قوانین شرع بر این جامعه حاکم هست. بزرگترین مزاحم آزادی امروز بیت رهبری یعنی ولایت فقیه و سپاه پاسداران و نهادهای وابسته است. تا اینها رو ما براندازی نکنیم، ما که عرض میکنم ما ملت ایران و قیافه نحس آخوند رو از صحنه بیرون نکنیم و اینها رو به قم و به مسجد نفرستیم و به سر قبرها که جایگاه اصلی اونهاست و قرآن به دستشون ندهیم همون سر قبرها بخوانن که کارشون بوده و شغل اصلیشون اون بوده، این کشور به جایی نخواهد رسید. یک جای عجیب غریبی است ایران. دوست محترمی دارم تازه از ایران اومدن، آقا میگوشون میگوین که اصلا معلوم نیست کی به کی هست، همه دارن غارت میکنن، دولتی ها کل هم اجمعین به غارت مشغول هستن. چه غارت ها آقا، در روزگار قدیم مردم آزاد بودند، اگر فسادی هم بود دست یک عده معدود بود، معدود، اونم نه در این اشل و نه در این حد. گفتن آقا وارد سیاست نشید، شما کاری نداشته باشید به سیاست، برید هر کار میخواید بکنید، هر لباسی میخواید بپوشید، مسافرت هر جا میخواید بروید، نه دولت به شما کار دارد نه شما به دولت کار داشته باشید. خب این بسیار عیب بزرگی بود، اما مردم نفس میکشیدن. یه طوری شده است که روزگار قدیم، روزگار پادشاهی رویا شده برای عده‌ای. واسفاها میکنند حتی جوان هایی که اون دوره رو ندیدن. خفه کردن مردم رو اینها، بیمار کردن مردم رو، همین دار دست رفسنجانی و بقیه. من همه اینا رو یه جور میبینم، مثل کفتارها که هم مثل همه. که بله این چیز امام بود و بلبل امام بود و
نمیدونم حالا بایستی همونجا چالش کنن و پول مردم رو به چه اجازه ای؟ آقا از مردم اجازه گرفته شد که میخوان این همه سرمایه ملی رو صرف این اون ملعون بکنن. این آخوند دوزاری به قول عوام میگن دوزاری. حالا این آقا رو بخوام بزن اینجا امامزاده یه همچی چیزی هم درست کرده بودن در قبرستان بقیه، چند تن از ائمه اطهار زیر یک گنبد گذاشته بودن که این سعودی ها اومدن بلدوزر انداختن الحمدلله رب العالمین صاف کردن و خیلی مرتب و منظم. خب یه بابای آمد با کلیدش، گفتن دیگه باید بریم به این رأی بدیم، این کار رو درست میکنه. صدر احمد به احمدی نژاد لاقل یه سر و صدای میکرد، یک میمون بازی در میآورد، میخندیدن مردم، یه چیزهایی میگفت، دائم این به صحنه بود، دائم این مطرح بود، لاقل خنده داشت. یکی خنده دارم نیست این آقا. این آقای روحانی چه کرده برای شما؟ شما که رفتی رأی دادی رو عرض میکنم. تازه آمده مردم ما چی کار کنیم؟ وقتی گورخواب پیدا شد این دیگه یه چیزی بود که خود اینها نمیتونستن راجبش سکوت اختیار کنن. آمده میگه که مردم ما چه کار کنیم؟ و بعد گفتن مشکل حل شد. چگونه حل شد؟ رفتن با چوب و چماق زدن اینا رو بیرونشون کردن. معلوم است کجا فرستادن گورخواب. اقلا یه گوری پیدا کرده بودن توش میخوابیدن، زنده بودن. گورم ازشون گرفتن. صف میکشیم و رأی میدیم. آقا رأی برای چه میدی برادر من، خواهر من؟ رأی به کی میدی آقا؟ چرا رأی میدی؟ رأی برای تغییر مگه نیست؟ رأی میدهیم برای تغییر اوضاع مگه غیر از اینه؟ این مملکت آمریکا اگر خدا رئیس جمهور باشه و سرزمین آمریکا رو از طلا پوشانده باشه، میگن ما we need change، خسته شدیم از این 8 ساله. میرن رأی میدن آقا رو میندازن بیرون، یه آدم جدید میارن. خوب بود 4 سال نگهش میدارن، 4 سال دیگر نبود همون 4 سال میندازنش بیرون. علت پیشرفت و گسترش آمریکا همین 2-3 کلمه‌ای بود که من عرض کردم خدمتتون، یعنی محدود کردن قدرت. نه یه بابایی رو میارن میشونن از 12 سالگی، عادت ما ایرانیان بوده، از 12 سالگی مرتی که مینشست اونجا 80-90 سال بعدش هم تازه این بودش. مطمئنن بچه ها میگفتن بابا این آقاه اونجا چماق دستشه این از کی بوده؟ میگه بابا جون من نمیدونم، من از پدر بزرگم شنیدم که این بوده، پس کی قراره این سقط بشه؟ نمیشه فعلا. آرزمون این بود که دیکتاتور بمیره. این بعضی چیزا ضربون مثل هست، ما از این ضربون مثل ها میفهمیم که ذهنیت مردمان ما چگونه بوده. گفتن اینکه میخواستن بکشن سلطان محمود، گفتن حکم اعدام پسرتو صادر کردن، گفت خدا از سلطان محمود بزرگتره، و بعد سلطان محمود شب مرد و اون بچه نجات پیدا کرد. یعنی یه کسی که به ستم میخواستن اون رو بکشن، فقط مرگ اون بابا نجاتش داده. داستان ما خیلی 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 غم انگیزه هموطنان، واقعا باور کنید که نگفتنی است.